آیا نرم افزار واتساپ که کل دنیا رو قبضه کرده داره اطلاعات ما رو میدزده؟ آیا به همین خاطر بود که مارک زاکربرگ به کنگره آمریکا فراخونده شد؟ آیا تلگرام امتر از واتساپه؟ از چه اپلیکیشنی باید استفاده کنی؟ هدف اصلی از قرار دادن شرایط خدمات و سیاست حفظ حریم خصوصی جدید واتساپ چیه؟ آیا همه اینها دروغه؟ حالا بریم سراغ جواب این سوال‌ها. قرارداد جدید واتساپ چیه؟ واتساپ که یک برنامه محبوب جهانی، قرار از تاریخ 8 فوریه سال 2021 قرارداد جدید رو به اجرا بگذاره و بعد از اینکه کاربر این قرارداد رو قبول کرد، واتساپ به راحتی میتونه داده‌های کاربرها رو با فیسبوک به اشتراک بگذاره و اگه قبول هم نکرد، دیگه نمیتونه از واتساپ استفاده کنه. مردم توی شبکه‌های اجتماعی چه واکنشی به این موضوع نشون دادن؟ واتساپ همین الان هم به صورت رسمی میتونه اطلاعات زیادی رو به اشتراک بگذاره. پس چرا دوباره یک همچین قرارداد و شرایطی رو تنظیم کرده؟ طبق بیانیه مدیران واتساپ، هدف از تنظیم قرارداد جدید بهبود زیرساخت‌ها، اطلاع از نحوه ارائه خدمات، امنیت و حفظ حریم خصوصی، قابلیت ارائه محتوای مورد علاقه کاربران، یعنی دقیقاً شبیه همون کاری که گروه‌های تبلیغاتی واتساپ انجام میدن. 2 سال پیش مارک زاکربرگ، بنیانگذار و مدیرعامل فیسبوک، به کنگره آمریکا فراخوانده شد تا درباره اشتراک‌گذاری غیرقانونی اطلاعات کاربران توضیح بده. زاکربرگ در توضیحات خودش گفت: من نتونستم به مسئولیت‌های خودم در پلتفرم شبکه‌های اجتماعی به طور کامل عمل کنم و این اشتباه بزرگی بود. مقصر هم خود من هستم و معذرت میخوام. فیسبوک رو من بنیانگذاری کردم و خودم هم ادارش میکنم و مسئولیت این اتفاق رو هم خودم به عهده میگیرم. در واقع سناریو همان سناریوی قبلی، چون اطلاعات کاربران قبلا هم به اشتراک گذاشته میشد و الان هم به اشتراک گذاشته میشه. فقط بعد از این اشتراک گذاری اطلاعات کاربران وجه قانونی و رسمی پیدا میکنه. شاید بعضی ها بگن اطلاعات من به چه درد اینها میخوره. بعضی های دیگه هم بگن فکر این که اطلاعات منو با جای دیگه ای به اشتراک بگذارن منو یکم میترسونه. یک عده ای هم شاید بگن اصلا جای نگرانی نیست. سال هاست که دارن اطلاعات ما رو به اشتراک میگذارن. ما باید اینجا به هر عقیده ای احترام بگذاریم، چون در واقع یه جور انتخاب و ترجیح شخصیه. ولی بعد از این جریان اتفاق جالبی میفته و همه میرن به سمت تلگرام، در حالی که واتساپ مال مارک زاکربرگ و تلگرام هم مال روسا است و نمیشه گفت محیط تلگرام 100% قابل اعتماد و امنه. به هر حال شما از هر پلتفرم شبکه اجتماعی استفاده کنین، ممکنه اطلاعات شما به اشتراک گذاشته بشه یا مجبور هستین همه این برنامه ها رو حذف کنین که اینجوری هم توی پلتفرم شبکه‌های اجتماعی نمیتونین با بقیه در ارتباط بشین، یا اینکه با علم به اینکه اطلاعاتتون به اشتراک گذاشته میشه همچنان از این برنامه ها استفاده میکنین. شما قرار کدومی که از این دو تا راه رو انتخاب کنین؟ توی قسمت نظرات، نظر خودتون رو برای ما و بقیه دوستان به اشتراک بگذارید. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده باشه، با زدن دکمه شیر به دوستانتان این ویدیو رو نشان بدهید. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن به این کانال روی عکس کانال کلیک کنید. با تشکر.